دکتر موسا نوری، کارشناس مسائل سیاسی از شهر ایسی ایتالیا با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. سلام به شما و بینندگان محترم شبکه امام حسین علیه السلام در خدمت. بزرگواری. آقای دکتر، لطفاً دیدگاه خودتون رو در مورد گزارش‌های اوچا و یونیسف مبنی بر اینکه افغانستان آلوده ترین کشور جهان به مین و مواد منفجر است بیان بفرمایید. گزارشی که از طرف یونیسف و اوچا منتشر شده حکایت از یک واقعیت تلخ در افغانستان داره. افغانستانی که بیش از 4 دهه دچار جنگ بوده و جنگ در این کشور جریان داشته، طبیعی است که باید مملو از مواد منفجر ناشده باشه و این گزارش کاملا مطابق با واقعیت است و شاید هم بیشتر از اون چه که در این گزارش آمده خطر جان کودکان و دیگر افراد ساکن افغانستان رو تهدید میکنه. بله آقای دکتر، همطور که تو گزارش هم اشاره شد، برگزاری دوره‌های آموزشی جهت آگاه نمودن کودکان را تا چه حد مؤثر در این زمینه می‌دونید؟ تنها راهی که می‌تونه کاهش بده قربانی‌های این مواد منفجر ناشده رو همین آموزش‌ها می‌تونه باشه. باید به کودکان و همچنین دیگر افرادی که هنوز آموزش ندیدن، باید همه افرادی که ساکن افغانستان هستند و در مکانهای زندگی میکنن که اون مکانها نزدیک به مکان ماین گذاری شده و بمب گذاری شده هستش، باید به اینها آموزش لازم داده شود تا اینکه تلفات ناشی از انفجار ماینهای منفجر نشده کاهش پیدا بکنه. تنها راه میتونه همین آموزش ها باشه. بله، وضعیت این چنینی میتونه افغانستان و مردم آن را تا ده ها سال گرفتار خود کنه. شما چه راهکاری برای آسیب کمتر و پاکسازی زمین های افغانستان از مواد منفجره دارید؟ متاسفانه واقعیتی است که امروز در افغانستان جریان داره و طبق گزارش های موجود هر ماه قربانی میگیره از مردم افغانستان، خصوصا دامداران و کشاورزان و کودکانی که بیشتر اینها هستند که در معرض این آسیب قرار دارند. و کشوری که 4 دهه جنگ در اون کشور جریان داشته، از سال 1358 تا الان افغانستان همیشه و به صورت مرتب از سوی افرادی ماین‌گذاری شده اند. حالا در دوران جهاد مجاهدین و در دوران 20 سال حکومت جمهوریت ما شاهد بودیم که مناطق متعددی از سوی گروه طالبان ماین‌گذاری میشد، که الان هم در این گزارش آمده بود که الان هم طالبان از ماین و ماین‌گذاری تقدیر میکنند. و این وضعیت در افغانستان خب گواه یک حقیقت تلخ است که افغانستان بیش از سایر کشورهای جهان دچار این ماین‌های منفجر نشده و همچنین سلاح‌هایی که هنوز منفجر نشدن در افغانستان وجود داره متاسفانه. و تنها راهکاری که میتونه آسیب ها رو کاهش بده، باید بودجه لازم به پاکسازی ماین های منفجر نشده اختصاص داده شود و باید سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی دیگه که در این زمینه در مورد امور بشردوستانه فعالیت دارن، منابع لازم رو در اختیار مقامات حاکم در افغانستان، حالا من نمیگم که در اختیار حاکمان افغانستان، باید یک تیمی از سوی خود اونها باید درست بشه و اینها وارد افغانستان بشن و مناطقی که از قبل مشخص شده که اونجا ماین‌های منفجر نشده وجود داره اون مناطق رو پاکسازی بکنیم و هم مناطقی که هنوز ناشناخته است. من مطمئن هستم که غیر از مناطق شناخته شده مناطق دیگه هم هست که هنوز شناخته نشده و ماین‌های منفجر نشده در اونجا وجود داره. اینا باید شناسایی شوند و این ماین‌ها پاکسا شوند تا اینکه تلفات کاهش پیدا بکنه. تنها راه آموزش هست و اختصاص دادن بودجه لازم برای پاکسازی ماین‌های منفجر نشده. بله، تشکر می‌کنم از همراهیتون.
دکتر موسی نوری، کارشناس مسائل سیاسی از ایسی ایتالیا با ما همراه بودند.